وقت بخیر. شرار عزیزی هستم. خوش اومدید به این بخش خبری ایران اینترنشنال. سرخط خبرها. محمود احمدی سردار بختیاری. برگزاری مراسم 40 محمود احمدی و حسن سعیدی کشته شدگان خیزش انقلابی در ایزه. مردم با حضور بر مزار نیکا شاکرمی و مهرشاد شهیدی در خرم‌آباد و عراق هم یاد آنها را گرامی داشتند. تحریم گسترده جشنواره فیلم فجر از سوی هنرمندان. همسر جعفر پناهی میگوید نهادهای امنیتی اجازه آزادی او را نمیدهند. اعتصاب کارکنان شرکت غذایی فرمند در موج جدید اعتراض‌های معیشتی. همزمان تعدادی از کارگران کارخانه سیمان شمال به دلیل انتشار پست اینستاگرامی احضار و بازداشت شدند. و سخنرانی رئیس جمهور اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در پارلمان اروپا. هرتسوک گفت حکومت ایران زنان و مردان معترض را می‌کشد و سلاح کشتار جمعی می‌سازد. برای دکترین تبعیض، نفرت و یهود ستیزی سکوتی نخواهیم کرد، چه در اینترنت چه در رژیم‌های یهود ستیز مانند ایران که اسرائیل را تهدید می‌کنند. ساعت 17 به وقت تهران با مجموعه خبری دیگری همراه شما هستیم. جدیدترین تحولات سیاسی اجتماعی در ایران شامل آخرین خبرهای مرتبط با خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی رو در این بخش خبری پوشش میدیم. مراسم نمادین 40 محمود احمدی از جانباختگان خیزش سراسری با حضور جمعی از مردم ایزه و دیگر خانواده‌های جانباختگان اعتراض‌های سراسری برگزار شد. مردم در این مراسم علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار دادند. جواب کل حرفای حکومت آقای میلاد سعیدیانه. راه بستن که نذارن کسی بیا، ولی خانواده شهید راه آزادی آقای میلاد سعیدیان مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خامنه‌ای. 25 آذر گفتن که اینا شهید شدن به دست آقای سعیدیان محمود. اگر اینا طور نیستن پس چرا باید آقای میلاد سعیدیان خانوادش بیان؟ محمود احمدی سردار بختیاری. محمود احمدی سردار بختیاری. محمود احمدی سردار بختیاری. محمود احمدی سردار بختیاری. حسین سعیدی سردار بختیاری. همکارم فیروزه جابانی اینجا در استودیو به ما پیوسته. فیروزه، با علارغم همه فشارهای دستگاه سرکوب مردم میرن برای مراسم 47 کشته شده ها، اما میبینیم که اخیراً حتی برای یادبودشون هم میرن، شمع میذارن، شعار میدن، گریه میکنن و برمیگردن. منتظر نمیمونن که مراسمی باشه. همینطور که میگی بررسی کنیم امروز رو در ایزه با توجه به تصاویری که دریافت کردیم. اول بگم که ایزه این جوانان چطور کشته شدند. اواخر آذر ماه بود که نیروهای یگان ویژه و خبرهای رو هم موقع دریافت کردیم که رفتند
تبعیض حمله مسلحانه قداره کشی کردند، دو جوان رو کشتند، آقای سعیدی و آقای احمدی رو، آقای مجاهد کورکور رو هم بازداشت کردند به این بهانه که اونها بودند که در روزی که کیان پیرفلک کشته شد اینها بودند که حمله مسلحانه کردند. بارها مادر کیان گفته بود که دیده چه کسانی بودند، دیده که نیروهای نظامی بودند و دیده که از چه فاصله نزدیکی ماشینشون رو گلوله باران کردند و اون جوان کودک 9 ساله رو کشتند. بارها مادر کیان روشنگری کرده. حالا امروز 40 مراسم همین عزیزان هستش که همین مبارزان هست که آقای احمدی 21 ساله هست و پیکرش رو تحویل ندادن، که اون هم اگر خاطرت باشه مادرش نشست مقابل دوربین همون موقع گفتش که پیکر جوان منو که کشتید به من تحویل بدید و این کار رو نکردند و همونجا هم مراسم کفن و دفن او به صورت نمادین با لباسهاش انجام شد. امروز هم دیدیم مراسم 40 رو، پیشتر یادداشتهایی گرفته بودیم که راه امنیتی است، جو امنیتی است، الان هم دیدیم که زنان چطور مراسم رو به شیوه بختیاری اجرا کردند و گفتند که دیگر خانواده های کشته شدگان همراه با مردم بودند. همین دقیقاً مثل مادر کیان پیرفلک که در مراسمش افشاگری کرد و گفت چه اتفاقی افتاده، مادران دیگه هم در ایزه این شجاعت رو دارن و حرف میزنن. حرف میزن مادران، خواهران، خواهر میلاد سعیدیان جو که الان امروز در این مراسم ازش نام برده شد که حضور داشته و همراهی کرده خانواده کشته شدگان رو، به خاطر مراسم 40 که برای برادرش داشته، برادر جوانش که اونچنان به ضرب گلوله کشته شد که اونها هم یک هفته بی خبر بودن تا پیکر برادرشون رو گرفتن، او هم روشنگری کرد و به خاطر اون روشنگری گزارش هایی داشتیم که تهدید میشه هنوز از طرف سازمان اطلاعات. یعنی این تهدیدها و فشارها همونطور که گفتی روی خانواده ها هست، روی مردم هست، روی توی این آرامستان ها هست، ولی مردم این همراهی رو دارن، این حضور رو دارن، یک به یک شکل دیگری مقاومت و مبارزه میکنن. حتی به قول تو به دنبال مراسم هم نمیگردن، برای نیکا هم این اتفاق افتاد همین امروز و برای مهرشاد در دو جا رفتن و بدون اینکه مراسمی باشه، به خاطر اینکه پنجشنبه ها میرن بر سر مزار و برای ما یادداشت فرستن، همونطور که فیلم فرستن گفتن امکان اینکه از همه فیلم برداری بکنیم نبوده تو یادداشتشون، امکان اینکه حتی گل بذاریم هم اونجوری نبوده، تحت فشار بودیم، ولی ما رفتیم حضور داشتیم، یا برای نیکا آهنگ مورد علاقه‌ش رو سر مزارش گذاشتیم. مردم هنوز دنبال میکنن کشته شده ها رو، بی دلیل نیست که میگن هر یک نفر کشته شه، مثل همون حرفای پرستو فروهر که میگه مردم مبارزه رو دارن زندگی میکنن و به هر بهانه‌ای به زندگی روزمره خودشون این مبارزه رو آوردن. ببینیم دو تا تصویر رو از مزار نیکا و از مزار مهرشاد همین امروز که شهروند. ممنون از حضورت فیروز جابانی با ما. Like your tilted stage, the role you made me play, the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. همسر جعفر پناهی از دخالت فراقانونی نهادهای امنیتی و جلوگیری از آزاد شدن این کارگردان سینما خبر داده. طاهره سعیدی در اینستاگرامش نوشته جعفر پناهی برای اجرای حکمی که 11 سال پیش صادر شده بود بازداشت شده و این حکم قانوناً مشمول مرور زمان میشد. و اضافه کرده با درخواست وکلای آقای پناهی، دیوان عالی در مهر ماه حکم رو نقض و تجدید نظر رو تایید کرده و جعفر پناهی باید با وثیقه آزاد می‌شد، اما دستگاه امنیتی با قانون گریزی از آزادی او جلوگیری کرده. ابراز همبستگی سینماگران کشور با خیزش انقلابی مردم ایران و تحریم جشنواره فیلم فجر ادامه دارد. کیومرث پوراحمد، نویسنده و کارگردان سرشناس سینمای کشور، در اینستاگرامش نوشته با این همه داغی که بر دل داریم دیگر چه جشنی و چه جشنواره‌ای. پوراحمد در واکنش به حضور فیلمش در این جشنواره گفته او نقشی در تصمیم گیری برای حضور یا عدم حضور فیلم در جشنواره فیلم فجر نداشته و تهیه کننده و مالک فیلم در این باره تصمیم گرفتند.
هانیه توسلی بازیگر سرشناس سینما هم با اشاره به نمایش فیلمی با بازیگری او در جشنواره توضیح داده اسفند سال گذشته و فروردین ماه در نقشی کوتاه در فیلم چرا گریه نمی کنی بازی کرده. هانیه توسلی اضافه کرده در چند ماه گذشته برخلاف نام فیلم خیلی گریه کرده و توان روحی و روانی شرکت و حضور در جشنواره فیلم رو نداره. توسلی تاکید کرده حضور این فیلم در هر رویدادی انتخاب و تصمیم او نیست و نخواهد بود. لادن طباطبایی بازیگر مهاجر سینمای کشور هم به اظهار نظر اخیر بهروز افخمی که خیزش ایرانیان علیه جمهوری اسلامی رو بی اهمیت و نمایشی و زودگذر خونده بود پاسخ داده. لادن طباطبایی با اشاره به برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی با معترضان و با مرور وضع بحرانی کشور در حوزه‌های مختلف افخمی رو فیلمساز حکومتی خونده و از او پرسیده چطور این همه جوان کشته شده و سرکوب رو ندیده. یه سوالی دارم آقای بهروز افخمی، شما گفتید که هیچ اتفاقی خاصی نیفتاده، نمایش خیابانی بوده، شما سارینا و نیکاب و غزال و حدیث و حنانه و محسن و بهزاد و چنان ابوالفضل و اینا هیچ کنم رو ندیدید، امثال اینا رو ندیدید، حمله به مدرسه ها رو ندیدید، بازداشتی بچه ها رو ندیدید، فشار به معلم ها رو ندیدید، همکارای خودتون رو ندیدید، فیلمسازا بازیگرا تحت فشار بودنش رو ندیدید دید و این همه موج مخالفت رو ندیدید. اینا همه از نظر شما نمایش های خیابونی، اتفاق مهمی هم نیفتاده. سیستان و بلوچستان هم که گفتید قضیهش جداست، گفتید همه میدونن، نه ما نمیدونیم، اگه ممکنه توضیح بدید دقیق منظورتون چی از این که همه میدونن. حدود 20,000 بازداشتی رو ندیدی، زیر شکنجه بودنشون ندیدی، کشته شده های تحت بازداشت هم ندیدی، تورم 60% رو ندیدید، مردم زیر فشار رو ندیدید، اجاره خونه هایی که بالا رفتن رو ندیدید، وضعیت زندگی مردم رو ندیدید، قطعی گاز و موندن مردم تو سرما هم همه شایع است، دروغه. اینم جزء نمایش خیابانی احتمالاً طراحی صحنه و دکوره. بله دنیای شما اینقدر سینماییه. مسعود فراستی نویسنده و منتقد سینمایی و از مجریان و کارشناسان قدیمی تلویزیون جمهوری اسلامی در حوزه سینما هم با انتشار ویدیویی گفته دیگر با صدا و سیما و جشنواره فیلم فجر همکاری نخواهد کرد. در از کلاسام با یوتیوب با شما حرف میزنم، چه کلاسای حضوری چه آنلاین، یعنی نه تلویزیون دیگه، نه جشنواره و نه فیلم های ایرانی در جشنواره، با اینا کاری ندارم. اگرم بخوام راجع به سینما ایران بعدها حرف بزنم، راجع به فیلم های به درد بخورش حرف میزنم که ربطی به این جشنواره هم ندارم. مجله هنری و مد فرانسوی ال در ویژه‌نامه‌ای با زنان معترض ایران و جنبش زن زندگی آزادی ابراز همبستگی کرده. گلشیفته فراهانی و زر امیر ابراهیمی دو بازیگر سرشناس سینمای ایران در تهیه این ویژه‌نامه مشارکت کردند. تصاویری از این دو هنرمند در نشریه ال منتشر شده که عکسی از مهسا امینی را در دست دارند. گلشیفته فراهانی و زر امیر ابراهیمی همچنین با تصویری از نیلوفر شاکری معترض 29 ساله از این زندانی حمایت و به بازداشت زنان معترض انتقاد کردند. مجله ال هدف از انتشار این ویژه‌نامه رو حمایت از زنان و مردانی دونسته که جرأت سرپیچی از رژیمی ظالم رو دارن. همکارم مرتضی کاظمیان همراه ما شده. بپردازیم اول به این حاشیه‌هایی که پیرامون جشنواره فجر هم به وجود اومده و آقای جعفر پناه به همینه که شما حتی قوانین خودتون و روندهای اداری جمهوری اسلامی رو هم رعایت نمی‌کنید. من اشاره کنم که اساساً بازداشت جعفر پناهی از همون ابتدا زیر سوال طبیعتاً که چرا یک کارگردان شناخته شده هدف برخورد امنیتی قرار میگیره و الان حدود 200 روز هستش که زندانیه و جالبه که اجرای حکم 6 سال زندان جعفر پناهی برمیگرده به پرونده محکومیتش بعد از کودتای انتخاباتی 88، یعنی به خاطر مواضع همدلانه پناهی با جنبش سبت اون موقع یکی دو بار هدف برخورد امنیتی قرار گرفت، زندانی شد و در نهایت یک حکم 6 سال زندان بهش دادن. بعد از 11 سال این حکم اجرا شده که خب وکلای آقای پناهی اعتراض کردن، تجدید نظر خواستن، این رفته در دیوان عالی به شعبه همعرض در دادگاه انقلاب ارجاع شده و در واقع این روندی که طی شده خروجی قانونیش در چارچوب جمهوری اسلامی این بوده که آقای پناهی باید با قید وثیقه
آزاد میشد، ولی نهاد امنیتی ورود کرده، نامه داده و گویی که یک مبارز مسلحی رو، یک کسی که رهبر یک تشکیلات مخفی بوده، بازداشت کرده و تا این حد اصرار دارن برای اینکه جلوگیری کنن از آزادی جعفر پناهی. این پرده برداری میکنه از همون رویکرد نهادهای امنیتی، یعنی واقعا جعفر پناهی یکی از مصادیق بارز نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی، یک کارگردان شناخته شده که جشنواره‌های معتبر بین‌المللی از کن گرفته، برلین، ونیز، لوکارنو همه تحسینش کردن، جوایز برده. این کارگردان باید به خاطر ابراز عقیده بره زندان. و اشاره بکنم که البته نمیشه واقعا اشاره کرد به آقای پناهی، ولی مثلا به یک مورد دیگر، مثلا خانم کتاین ریاهی هم اشاره نکنیم که اون هم الان بیش از 2 ماه زندانی شده. یعنی به خاطر ابراز عقیده مخالف، نهادهای امنیتی دارن سینماگران، هنرمندان رو هدف سرکوب قرار میدن. چرا؟ چون میدونن که اینها موضعی که اتخاذ کردن تا چه اندازه مؤثر بر خیزش اجتماعی و تا چه اندازه برخورنده بوده برای حکومت، اینکه هنرمندان شناخته شده دارن موضع متفاوت در پیش میگیرن. به این ترس از دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی اشاره کردی که هنرمندایی که همیشه میگرفت در خدمت اهداف خودش، الان یک به یک دارن تحریم میکنن جشنواره فیلم فجر رو که جمهوری اسلامی خیلی بهش میباله در معمولا این روزها. موج تحریم ها گستره تر هم داره میشه، حتی کسایی که فیلم هم دارن الان دارن اعلام براءت میکنن که فیلمی که رفته من برای حضورش نقشی نداشتم. تا این حد مردم دارن خودشون جدا میکنن از این سیستم. چطور میبینی این روند تحریم ها رو؟ خب ببین، واقعا یک کسی مثل هانیه توسلی که موازش در همدلی با این جنبش زن زندگی آزادی در این ماها کاملا محسوس بوده، طبیعتاً اینها نسبتی با جشنواره ندارن. به خاطر همینی که مثلا هانیه توسلی میگه این فیلمی که من درش بازی کردم مربوط به زمستان گذشته یا فروردینه و قبل از این اتفاقات، یا کیومرث پور احمد میگه من کارگردانم و نه تهیه کننده و تهیه کننده ها دارن این فیلم ها رو به جشنواره ارائه میکنن. ولی نکته قابل توجه اینه که تقریبا قریب به اتفاق بازیگران مستقل سینما ایران با جشنواره تعیین تکلیف کردن، یک جشنواره حکومتی که قرار زینت بخش یک نمایش حکومتی باشه برای اینکه همه چیز رو نرمال نشون بده. اما اینقدر شرایط تغییر کرده که یکی از مصادیقش همین کنارگیری مسعود فراستی که در خبر اشاره کردی، یعنی یک کسی که پیشینه، خب مسعود فراستی به نوعی رویکرد سیاسی چپ رادیکال داشته، از ابتدای انقلاب درگیر زندان شد، بعد از اجرای احکامش در دهه 60 موضع همسو با حکومت در پیش گرفت به دلایل مختلف. در تمام این سالها هم جزو منتقدین پرسر صدا در تلویزیون بوده و موضعی همسو با حکومت داشته. اما وضعیت به گونه‌ای شده که حتی مسعود فراستی هم الان میگه دیگه من با تلویزیون کاری ندارم، به جشنواره هم کاری ندارم. و این حد از ریزش به نوعی فقط یک طیفی رو کنار حکومت نگه داشته که کسانی هستند که فقط دیگه به منافع شخصی خودشون، به درآمدهای نجومی از سینما و به نوعی رانت حکومت دارن. به نوعی مردم هم به این پاسخ دادن. خیلی ها در رسانه‌های اجتماعی میگن ما فیلم هایی که در جشنواره نمایش داده بشه رو نمیریم و نمیبینیم. یعنی مردم هم به نوعی دارن پاسخ این تایید کننده رو میدن. چنانکه کیومرث پور احمد گفته جشن و جشنواره در کار نیست وقتی چون داغی بر دل ها نشسته. ممنون از حضورت مرتضی کاظمیان با ما. بشنوید که جمع زیادی از کارکنان شرکت صنایع غذایی فرمانده کرج در اعتراض به حقوق و مزایای ناکافی و مشکلات معیشتی خودشون دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند. یکی از معترضان با ارسال گزارشی به ایران اینترنشنال از تهدید کارگران درباره پرهیز از شرکت در این تجمع خبر داده. 6/11/401 به اعتراض بچه‌های فرمند کسی حقوقشون همه کوشش میکردن به مدیرا چون میدونن که کسی هم تجاوب درست بهشون بده. میشه فرمان ۱۴۱ اعتراض بچه های فرمان Let me
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در گزارشی اعلام کرده تعدادی از کارگران کارخانه سیمان شمال با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و تشکیل دسته و گروه جهت براندازی احضار، بازجویی و یا بازداشت شدند. بر اساس این گزارش برای تعدادی از این کارگران وثیقه‌های سنگین صادر شده و برخی از اونها مانند میثم ابراهیمی با گذشت 3.5 ماه همچنان در بازداشت هستند. از جمله اتهامات این کارگران انتشار چند استوری یا پست اینستاگرامی بوده. نیکی محجوب همکارم همراه ما شده. نیکی، فشار به کارگرا همیشه وجود داشته، در این تجمع‌ها هم شاهد هستیم دستگیر میشن، ولی این بار به خاطر چند تا پست در اینستاگرام دستگیر شدن تعدادی از اونها. شرور، اتفاقی که افتاده این دفعه، خب اولا خیلی سخت میشه از کارگرانی که به ویژه در کارخونه هایی که حالا کمتر شناخته شده هستن، شما خیلی اطلاعی ازشون ممکنه نتونین به راحتی به دست بیارین. ولی در مورد این کارگران اتفاق اینجوری بوده که از مهر ماه میشه گفت شروع کردن با این کارگران برخورد کردن. یکی مثل هادی شکاری از کارگران بازداشتی بوده که با سپردن وثیقه 5 میلیاردی اجازه دادن فعلا موقتا آزادش. 5 میلیارد برای کارگر سیمان، کارگری که داره هم از سلامتش میزنه، چون در کارخونه سیمان یکی از کارخونه های آلوده است. این کارگران به دلیل کمبود امکانات ایمنی با 1001 مشکل تنفسی و بیماری مواجهند. 5 میلیارد برای هادی شکاری تعیین کردن. میثم ابراهیمی که بهش اشاره کردی از 26 مهر با اتهامات واهی در بازداشته. به گفته کارگران و میثم در زندان جابان دماونده. به گفته کارگران سیمان شمال، عمده اتهاماتی که بهشون زدن مثلا به دلیل انتشار یک بیت از اشعار حافظ بوده یا انتشار پستی از میدان آزادی، تازه بدون اینکه توش متنی آورده شده باشه. اما خب در هر حال حراست این کارخونه به همراه نهادهای امنیتی یا کارگران رو احضار کردن یا بازداشت کردن یا دوتا بازجویی کردن. اسامی کارگرانی که تا الان میدونیم تحت فشارم، ببخشید، مسعود محمدی، مهدی سامنی، صمد ابراهیمی، هادی فاضلی، مجتبی نوروزی و مسعود یارندپوره. تأکیدی که در هر حال داره کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان میکنه روی این هستش که این کارگران تماماً در این مدت فشارهای نهادهای امنیتی روشون بیشتر و بیشتر شده، به ویژه از زمانی که خیزش انقلابی شروع شده. یه اشاره‌ای هم بکنیم به صحبت‌های یکی از کارگرا که اتفاقاً کمیته منتشر کرده. گفته که به چه زبانی بگوییم بیگناهیم؟ رها کنید ما را که زمین خورده خدایی هستیم. رها کنید که عمر ما را به لطف مازاد سوزی کارخونه، آب غیر شرب، هوای سرشار از ریزگرد سیمان به میان سالی هم قد نخواهد داد. بگذارید نان و پنیر ما را سق بزنیم. یکی کارگرا در ایران به خاطر همین تجمع صنفی هم که حالا امروز هم شاهد بودیم در کارخونه فرمند هم همیشه تحت فشار بودن. این خیزش انقلابی فکر می‌کنید بهانه‌های جدیدی داره میده برای اینکه حتی جنبش‌هایی که صنفی هست و خواسته‌هاشون فقط مطالبات کارگراست رو تحت تاثیر قرار بده؟ دقیقاً. ببین، کارگرای هفت تپه میان اعتصاب می‌کنن به دلیل تعویق تمام اون پرداخت‌هایی که بارها و بالها قولش دادن. یعنی قضیه این نبودش که مثلا قولش داده نشده باشه، هم مقامات کارخونه هم وزارت کار اومدن ادعا کردن که معوقات پرداخت میشه، اتفاق نیفتاد. کارگرای شهرداری میان اعتراض میکنن به اینکه 5 ماه 6 ماه در شهرهای مختلف حقوقشون پرداخت نشده، تهدید میشن با اینکه اگر بیان و تجمع بکنن باهاشون برخورد میشه. رانندگان کامیون میان اعتصاب میکنن به دلیل مشکلاتشون، اتفاقی که میفته در دادگاه با اینکه ادعا کردن هیچ اعتصابی برگزار نشد، حکم زندان برای رانندگان کامیون میبرن. از بعد از خیزش انقلابی به دلیل اینکه خب ما اعتصاب داشتیم در واحدهای مختلف صنفی و تولیدی، حتی در حال کارگران پیمانی نفت، کارکنان دائم در صنعت نفت پیوسته بودن، اعتصاب میکردن، اعتراض میکردن، حجم برخوردها و فشارها بیشتر شده. مثلا نمونهش یک کارگری است که متهمش کردن. این کارگر در مشهده، کارگری است که در یک در حال پمپ بنزینی کار میکرده، متهمش کردن به شعار نویسی و چند 10 میلیارد براش وثیقه تعیین شده. اولا این کارگر نمیتونه اون وثیقه رو تامین کنه. اجازه داشتن وکیل هم در خیلی از مواقع به این کارگران داده نمیشه. اگر قرار باشه وکیلی داشته باشن، وکیل تسخیری است که به جایی که پیگیر وضعیت کارگران باشه، همراه با نهادهای امنیتی برای فشار بیشتر بر کارگران. ممنون از تو نیکی محجوب و پیگیری وضعیت کارگران در ایران.
در خبری که دقایق پیش منتشر شده، وزارت خارجه فرانسه با هشدار نسبت به وضعیت یک شهروند فرانسوی ایرلندی بازداشت شده در ایران خواستار آزادی فوری او شده. آن کلر لژاندر، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، به خبرنگاران گفته برنارد فیلان باید فوراً آزاد شود و به مراقبت‌های پزشکی فوری دسترسی داشته باشد. او افزوده ممنوعیت دسترسی پزشکی از سوی مقامات ایرانی غیر قابل قبول است و فرانسه از وضعیت بد سلامتی برنارد فیلان بسیار نگران است. نگاهی داشته باشیم به چند خبر مهم امروز. سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی نسبت به ادامه بازداشت میر یوسف یونسی، پدر علی یونسی، دانشجوی زندانی، خواستار آزادی فوری او شد. عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرده میر یوسف 70 ساله در زندان اوین و در انفرادی و زیر شکنجه است و از امکان دسترسی به داروهایش محروم شده. میر یوسف یونسی 7 دی ماه در شاهرود بازداشت شده. سفیر بریتانیا در ایران در توییتی از بازگشت خود به ایران خبر داده. سایمون شرکلیف با اشاره به ادامه روند نوشتن شعارهای ضد بریتانیایی بر دیوار سفارت بریتانیا در تهران نوشت: این گرافیتی ها این واقعیت را تغییر نمی دهند که اکثر ایرانی ها نسبت به یکدیگر و خارجی ها مهربانی و احترام نشان می دهند. روزنامه اعتماد گزارش داده برخلاف سخنان مدیر کل ورزش خراسان رضوی، مبنی بر تعلیق شدن تیم فوتبال پایه مشهد در پرونده تعرض به 15 نوجوان قرار شده این تیم با نامی جدید در مسابقات حاضر شود. هفته گذشته علی اکبر هاشمی جواهری گفته بود این موضوع به صورت خارج از نوبت در حراست این اداره کل در حال بررسی است و در صورت اثبات به طور جدی با متخلفان برخورد خواهد شد. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شاخص آلاینده ها را بار دیگر امروز در وضعیت قرمز اعلام کرده و گفته این وضعیت برای همه شهروندان ناسالم است. همزمان آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد و بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا روز گذشته 8 شهر در استان خوزستان نیز در وضعیت قرمز قرار داشتند. درود بر شما. امروز پنجشنبه 6 بهمن اینجا یکم بالاتر از ایستگاه 2 توچال. اینی که ملاحظه میکنید ابر یا مه نیستش. اینجا اتاق گاز بزرگی به نام تهران هستش که داریم توش زندگی میکنیم. میبینید هیچ چیزی از شهر مشخص نیست. اینم از قطار پیشرفتش رئیس جمهور 6 کلاسه جمهوری اسلامی. امروز 6 برج 11 است، پنجشنبه. مازوت سوزی شهید رضایی باعث شده که کلا نتونیم نفس بکشیم. خدا لعنتت کنه جمهوری اسلامی. حسن قشقاوی سفیر جمهوری اسلامی در اسپانیا در مراسم ویژه سال نو در کاخ سلطنتی مادرید پس از دست دادن با فیلیپ ششم از دست دادن با ملکه پرهیز کرده. این رفتار سفیر جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته. de la República Islámica de Irán. Embajadora de la República de Croacia. ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل از ساعتی پیش در پارلمان اروپا در بروکسل حضور یافته. او به مناسبت روز جهانی یادبود هولوکاست و به یاد قربانیان آن در جلسه پارلمان اروپا شرکت کرده و سخنرانی می‌کند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند هرتزوگ در سخنرانی خود به تهدیدهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم می‌پردازد. این زمان امتحان برای همه ماست. اگر باور داریم که صدای عدالت خاموش نخواهد شد، اگر به انسانی متفاوت و مهربانتر اعتقاد داریم، باید با هم به عنوان یک جامعه مصمم و متحد در برابر نیروهای تاریکی اقدام کنیم. تاریکی و نفرتی که ما را برای همیشه تهدید می‌کند. به عنوان رئیس جمهور اسرائیل، منظور من قبل از هر چیز رژیم ایران است که نه تنها علناً خواستار نابودی کشور من است، بلکه دختران و پسران ایران را که به دنبال آزادی و حقوق بشر و شهروندی هستند به قتل می رساند.
آتش جنگ‌های داخلی در سراسر خاورمیانه را شعله ور می‌کند. در جنگ اوکراین و در توسعه تسلیحات کشتار جمعی مشارکت فعال و مرگبار دارد و تهدیدی چشمگیر برای ثبات کل جهان است. در مقابل تلاش‌هایی که برای آسیب رساندن به ارزش‌های مشترک و ثبات جهانی انجام می‌شود، امروز متحد شده‌ایم و می‌گوییم در برابر دکترین تبعیض، نفرت و یهود ستیزی سکوت نخواهیم کرد، چه در اینترنت چه در رژیم‌های یهود ستیز مانند ایران که اسرائیل را تهدید می‌کنند. زمانی که ایران بر گسترش نفرت در سراسر جهان از جمله در اوکراین اصرار دارد، زمانی که آنها موجودیت کشور یهودی ما اسرائیل را تهدید می‌کنند، اسرائیل نمی‌تواند اجازه دهد این بی سر و صدا ادامه یابد. همکارم بردیا افشین از بروکسل درباره سخنرانی رئیس جمهور اسرائیل امروز در پارلمان اروپا بیشتر توضیح میده. در آستانه سالروز بزرگداشت هولوکاست در 75مین سالگرد تأسیس اسرائیل، خب انتظار داشتیم که این رویدادی یادمان برای هویت اسرائیلی باشه، اما هرتزوگ ازش به عنوان فرصتی استفاده کرد که علیه جمهوری اسلامی حمله کنه، اون هم با الفاظ شدیدی که شنیدیم. و خب از حضور 48 ساعتش هم میخواد استفاده کنه برای همراهی همه نهادهای اتحادیه اروپا. تو صحبت‌هاش اشاره نداره صرفا که به این جمهوری اسلامی یک تهدید فقط برای موجودیت اسرائیل، اشارهش به این بود که جمهوری اسلامی یک تهدیدی همونجوری که خیلی ها میدونن برای بی‌ثباتی منطقه و اسامه بزرگتر، با اشارهش به نقش جمهوری اسلامی در خاک اوکراین به عنوان همراه روسیه به عنوان متجاوز، جمهوری اسلامی رو یک عامل برهم زننده ثبات و مناسبات بین الملل خوند و بالاتر از اون گفتش که جمهوری اسلامی رژیمیه که مردم خودش رو، زنان و مردان رو میکشه. بر همین باید باور کرد که او اینجاست در کنار برگزاری این یادمان که بخواد نهادهای مختلف اجرایی، نظارتی و قانونگذاری اتحادیه اروپا رو همراه بکنه، همه رو با هم علیه جمهوری اسلامی. توضیحات همکارم بردیا افشین رو در بخش قبلی خبر با هم دیدیم و شنیدیم، اما بشنوید که رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داده با اینکه ایران هنوز سلاح هسته‌ای نساخته، اما مواد کافی برای ساخت چند سلاح هسته‌ای رو فراهم کرده. گروسی در حالی به اثرگیری تلاش‌های دیپلماتیک با ایران اصرار داره، برجام سال 2015 رو پوسته‌ای خالی توصیف کرده. او گفته فعالیت‌های دیپلماتیک مرتبط با برجام در مرز نابود است و با اینکه مرگ برجام اعلام نشده، اما مفاد این تعهد بارها نقض شده. همکارم احمد صمدی از برلین به ما پیوسته. احمد، صحبت‌های آقای گروسی رو می‌شنویم، بعد از اون طرف احتمال سفرش رو خیلی از رسانه‌ها راجع به صحبت می‌کنن در ماه فوریه میلادی به ایران، این زد و نقیض رو چطور میشه توضیح داد؟ شرح باید بگم که در واقع آقای گروسی داره یک هشداری رو به جمهوری اسلامی میده و میگه که اگر مسائل فنیتون رو حل و فصل نکنید با آژانس، در واقع روزهای بسیار سختی پیش رو خواهد بود. میدونیم که به هر حال این آژانس هستش که تسهیل کننده برجام هستش و اگر آژانس تایید نکنه که برنامه هسته‌ای ایران در چه شرایط مناسبی قرار داره، یعنی اگر تایید نکنه که صلح‌آمیز هست، در واقع باید بگیم که برجام برای همیشه مرده خواهد بود. آقای گروسی یه سری آمارها داده و گفته که الان جمهوری اسلامی مواد لازم رو برای ساخت چند سلاح هسته‌ای رو داره. برآوردها میگه با توجه به مقادیر اورانیومی که در چه در 60%، 20% و 5%ی که جمهوری اسلامی داره، با اینها تا الان میتونه که اگه بخواد اون غنی‌سازی 90%ی رو انجام بده، میتونه که مواد لازم برای 15 بمب اتمی رو بسازه، ولی فعلا هنوز به اون این اقدام رو انجام نداده. و آقای گروسی میگه اگر به سوالات آژانس پاسخی داده نشه در روزهای آینده و اگر در واقع بازرسان آژانس نتونن راستی آزمایی بکنن، روزهای بسیار سختی پیش روی جمهوری اسلامی هستش و برای همین هم از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که مذاکرات دیگه در سطح سیاسی برگزار بشه. و این یعنی اینکه آقای گروسی دیگه نمیخواد با آقای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کنه و به دنبال این هستش که با مقامات بسیار عالی‌تر، یعنی حتی فراتر از شورای عالی امنیت ملی
گفتگو بکنه و وضعیت پرونده رو مشخص بکنه که اگر چنین اتفاقی نیفته برحال تصمیم های سختری پیش رو هست. برحال شنیده میشه که برخی دیپلمات ها دارن گمانه زنی میکنن که در صورت عدم دستیابی به توافق با آژانس احتمال اینکه کشورهای اروپایی بخوان که موضوع مکانیزم ماشه رو فعال بکنن بعد از نشستی که در ماه مارس برگزار میشه در شورای حکام آژانس بین انرژی اتمی، این دور از دسترس نیست و در واقع یه نوع هشدار هست به جمهوری اسلامی برای اینکه در اگر قرار هستش که سفری انجام بشه در اون سفر اختلافات حل و فصل بشه. این در حالیه که آقای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته که هیچ در واقع برنامه اعلام نشده‌ای وجود نداره، ما هیچ سایت اعلام نشده‌ای وجود نداره در ایران، و باز هم نشون میده که همچنان در واقع این رویارویی و این در واقع اختلافات بین ایران و آژانس همچنان پابرجاست. ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین. تابلوی یادبود روح الله خمینی در محل اقامت موقت او در نوفلو شاتوی فرانسه شکسته شده. پلیس فرانسه تایید کرده این تابلو که در یک ملک شخصی نصب شده و شامل عکسی از خمینی و توضیحاتی به زبان فرانسه و فارسی است، عصر روز چهارشنبه تخریب شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، افرادی شیشه تابلو را شکسته و عکس خمینی را به زمین انداختند. پیش از این چندین نهاد مدافع حقوق بشر و حقوق زنان از شهرداری نوفلو شاتو درخواست کردند تابلوی یادبود خمینی را بپوشانند. همکارم تروسکه صادقی از پاریس همراه ما شده. تروسکه، بیشتر توضیحش رو از تو بشنویم. پشت سرت ببینم که شیشه شکسته تابلو هم مشخص کاملا، چه واکنش هایی داشته این موضوع؟ شراره، همونطور که اشاره کردی در حال حاضر در نوفلو شاتو هستیم، شهر کوچکی که در غرب پاریس واقع شده، و اونطور که دارید میبینید این تابلوی یادبود بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران روح الله خمینی در این ملک خصوصی که حدود 6 سال پیش با حضور سفیر وقت جمهوری اسلامی در فرانسه و همینطور شهرداری نوفلو شاتو نصب شده بود الان شکسته شده. این روز چهارشنبه، عصر روز چهارشنبه، یعنی دیروز این اتفاق افتاده. پلیس این رو تایید کرده و اینکه عکس رو بیرون آوردن، عکس روح الله خمینی رو، و از طرف دیگه همونطور که شما هم اشاره کردید ظاهرا یک نوشته هایی به زبان فارسی و فرانسوی در این تابلو شیشه‌ای بوده که در حال حاضر این رو بیرونش آوردن. ما میدونیم که در چند ماه گذشته بعد از اینکه قیام سراسری در ایران شروع شد، یک سری از اتحادیه های حقوق بشری، مثل حالا دوتاشون اگر اسم ببرم، اتحادیه بین المللی حقوق زنان، انجمن زن آزادی، اینها از شهرداری نوفلو شاتو درخواست کرده بودند که به احترام مردم ایران و چیزی که در حال حاضر داره میگذره، این تابلوی یادبود رو از دید عمومی پنهانش بکنن. و ظاهرا شهرداری این منطقه در اواسط ژانویه اعلام کرده بود که این اقدام رو در پیش میگیرن، اما خب قبل از این که اونها این کار رو بکنن، افرادی اومدن اونطور که پلیس هم اعلام کرده و این شیشه رو شکستن و این عکس رو به زمین انداختن در این ملک خصوصی. در حال حاضر اینجا البته ما پلیس یا چیزی رو نمیبینیم، ولی خب شیشه همونطوری شکسته، ظاهراً تلاشی هم صورت نگرفته تا این لحظه نسبت به اینکه اون رو درستش بکنن یا چی. ولی یک مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که از سوی جمهوری اسلامی ایران تا این لحظه ما واکنشی رو نداشتیم و مشخص هم نیست که شهرداری میخواد این رو دوباره درستش بکنه یا همینطور باقی بمونه. ممنون از توضیحات تو همکارم تروسکه صادقی از نوفلو شاتو. نگاهی داشته باشیم به چند خبر امروز از جهان. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان قوانینی که همجنسگرایی رو جرم تلقی می‌کند ناعادلانه توصیف کرده و گفته خداوند همه فرزندانش را همونطور که هستند دوست دارد. پاپ از اسقف‌های کاتولیک که از این قوانین حمایت می‌کنند خواست از حضور اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در کلیساها استقبال کنند. مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا اعلام کرده هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی و روسیه به حملات فیشینگ علیه سازمان‌ها و افراد در بریتانیا ادامه می‌دهند. سیاستمداران و روزنامه‌نگاران از جمله اهداف این حملات سایبری گزارش شدند. هکرهای وابسته به تهران و مسکو با جا زدن خود به عنوان روزنامه‌نگار و یا کارشناس اطلاعات افراد و سازمان‌ها را سرقت می‌کنند.
روسیه اعلام کرده هر تانک جنگی آبرامز که آمریکا به اوکراین عرضه کند سوزانده خواهد شد. کرملین همچنین ارسال تانک به اوکراین را حماقتی توصیف کرده که بهای سنگینی خواهد داشت. ایالات متحده تاکید کرده 31 تانک پیشرفته آبرامز را برای ادامه حمایت نظامی از اوکراین به این کشور ارسال می‌کند. همزمان با افزایش نرخ دلار در عراق و شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراض‌های اقتصادی در این کشور، بر مبنای اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، هیئتی از بغداد دو هفته دیگر برای بررسی قاچاق دلار از عراق به ایران راهی آمریکا می‌شوند. علاوه بر این و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، تجمع و تظاهرات اعتراضی در واکنش به بالا رفتن نرخ دلار در عراق روز جمعه ادامه خواهد داشت. ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران با مجموعه خبری دیگری همراه شما هستیم. جدیدترین تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران شامل آخرین خبرهای مرتبط با خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی رو در این بخش خبری پوشش میدیم. مراسم نمادین 40 محمود احمدی از جانباختگان خیزش سراسری با حضور جمعی از مردم ایزه و دیگر خانواده‌های جانباختگان اعتراض‌های سراسری برگزار شد. مردم در این مراسم علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار دادند. روحت شد. جواب کل حرفای حکومت آقای میلاد سعیدیانه. راه رو بستن که نذارن کسی بیا، ولی خانواده شهید راه آزادی آقای میلاد سعیدیان شهید شدنه به دست آقای سعیدی و محمود. اگر اینا طور نیستن پس چرا باید آقای میلاد سعیدی و خانوادش بیان؟ محمود احمدی سردار بختیاری، محمود احمدی سردار بختیاری، محمود احمدی سردار بختیاری، محمود احمدی سردار بختیاری، حسین سعیدی سردار بختیاری. همکارم فیروزه جابانی به ما پیوسته. فیروزه، این موسیقی منو یاد کیان پیرفلک و مراسم 40 او انداخت. الان هم شاهد هستیم باز هم با وجود همه سرکوب و آزارهایی که میبینن این خانواده ها، مردم میان باهاشون همدردی میکنن. مراسم به سبک ایل بختیاری هست، به خاطر همون هستش که واسه همون ایزه هستش، همونطور که تو گفتی. نه تنها شرار مردم میان، بلکه خانواده هایی هم که تحت فشارن، که خودشون عزیز از دست دادن، اونها هم میان. یعنی ما دیدیم که تمام این پلاکارت هایی که دست مردم بود امروز در مراسم این دو عزیز، تمام اون دیگر کشته شده ها هم بودن، خانواده هاشون بودن. بعد دیدیم فریاد رسایی یکی از خانواده ها رو که گفتش وقتی که مامورای حکومتی، چون یادداشت هایی گرفته بودیم از صبح
جوامنیتی به طبق همیشه که مراسم ها هستش نیروهای امنیتی میرن زودتر که مانع بشن و اهمیتی هم نمیدن مردم همطور که میبینی. ولی گفته بود وقتی که میاد حکومت راه ها رو میبنده، ما این خانواده ها رو داریم، خواهر میلاد سعیدیانجو رو داریم که خواهر میلاد سعیدیانجو روشنگری کرده بودن، نزدیکانشون گفته بودن که این خانواده بعد از اینکه یک هفته پیکر عزیزشون رو طول کشید تا تحویل گرفتن، هنوز فشارها از روشون برداشته نشده. ما پیشتر هم خانواده های آبان 98 گفته بودن که حتی در مزار بچه های ما، اگر یادت باشه، مادر پژمان گفته بود این روشنگری ها رو کرده بود که مزار بچه های ما رو دوربین نصب میکنن، کنترل میکنن، نه تنها پیکر رو نمیدن، نه تنها تعیین میکنن که عزیزان رو کجا به خاک بسپارن، این چنین تحت فشار میذارن و ما میبینیم که این مراسم ها و یادبودها برگزار میشه. این دو نفری که یکیشون همینطور که دیدی محمود احمدی کمتر از 21 سال سن داشت و او پیکرش رو تحویل خانواده ندادن، همون موقع مراسم خاک سپاریش هم مراسمی بود که با جو امنیتی با تنها با لباسهای او به شکل نمادین برگزار شد. مادرش هر بار تکرار کرد که پیکر بچه من رو که کشتید به من بدید. میدون که اینها رو در یک حمله ضربتی نیروهای امنیتی به زعم خودشون رفتن ایزه و این چنین دیدیم که تصاویر رو بدتر، در و دیوار خون بود و نقش گلوله هایی بود که زده بودن و این دو نفر رو کشتند و آقای مجاهد کورکور رو بازداشت کردن و هیچ توضیحی هم ندادن، پیکری هم ندادن و این چنین خانواده ها تحت فشار گذاشتن. همینطور هم که میبینی تصاویری میبینیم که نه تنها برای این مراسم، بلکه میبینیم که مردم در گوشه و کنار ایران در عراق میرن، در خرم‌آباد میرن، دیگه منتظر بهانه نیستن برای اینکه برن اعتراض بکنن، شکایت بکنن یا اصلا روزمرگی‌های خودشون رو اعتراض به اعتراض تبدیل بکنن. برای نیکا شاهد بودیم، برای مرشد شهیدی میرن گل میذارن، گریه میکنن، حرف میزنن و فیلم. هر پنجشنبه اگر که میرن به آرامستان ها به یاد اونها هستن، در خانه هستن به یادشون، برای ما گزارش میفرستن که امروز به یادشون شمع روشن کردیم، نذری پختیم و این ارتباط رو نگه داشتن با خانواده اگرچه که تحت فشار هستن. امروز مراسمی هم بود که فقط میخوام بگم مراسم های یاد بود رو خانواده ها فراخوان نمیدن برای 740. خواهر مهرداد بهنام از یک جوانی که اگر گلوله نمیخورد، گلوله به این جوان نمیخورد، امروز 22 ساله میشد. حتی دیدی که خانواده ها و بازماندگان این قربانیان مراسم های تولد رو میگن که ما داریم به یادشون، مراسم های سالگردای ازدواجشون رو به یادشون داریم. یعنی نه تنها مردم منتظر فراخوان نمیشن، خانواده ها هم فقط به یاد بود و به 740 میاد. این یک شیوه اعتراضی و اتحاد و همبستگی رو با هم ادامه میدن. حرفایی که دکتر مهرآیین دیروز راجبش صحبت کردیم که این جنبش، جنبش دگرخواهانه است، مردم این دگرخواهی رو به داخل زندگی روزمره خودشون آوردن و این تبلورش رو ما داریم در این مراسم ها میبینیم. و بعد تصاویری که ازشون منتشر میشه، الان تصاویری که خواهر مهرداد منتشر کرده، یه بخشش رو ببینید. تولد او هست وقتی که زنده بود، وقتی هنوز به دست نیروهای امنیتی کشته نشده بود. ببینیم تولد او رو و فراخوانی که امروز داریم در کوهکیلیو بویر احمد، روستایی در کوهکیلیو بویر احمد این جوان به خاک سپرد. ممنون از توضیحات تو فیروزه جابانی اینجا با ما. خشی و دل من خاچ غم نشستم من برد خالی روز و رزونی سونی بریم آبک نیار بعد تو زنده این حالی آروم جونم رو مهربونم بد دیری خردم نصف شوش یست با بر اساس توضیحاتی که همکارم فیروزه جابانی داد، در ادامه تصاویری ببینیم از تعدادی از شهروندان که با حضور بر سر مزار نیکا شاکرمی و مهرشاد شهیدی یاد اونها رو گرامی داشتن. Thank you.
ترانه‌ای که بر سر مزار نیکا شاکرمی پخش شد، ترانه‌ای بود که مورد علاقه او بود و اونهایی که میرن برای دیدار از مزار او این آهنگ رو برای نیکا، برای یاد بود او میذارن. بشنوید که تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده که سارا حقیقت نژاد، برادر رضا حقیقت نژاد، عکس محمد حسینی از اعدام شدگان اعتراضات سراسری رو بر سر مزار برادرش گذاشته و یاد این کشته شده خیزش انقلابی رو گرامی داشته. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در سن 45 سالگی به علت بیماری در آلمان درگذشت. پیکر او که برای خاکسپاری در زادگاه شیراز به ایران فرستاده شده بود، از سوی نیروهای حکومتی ربوده و بدون اطلاع خانواده در مکان دیگر به خاک سپرده شد. در ادامه به آتش کشیده شدن بنرهای حکومتی در شهرهای مختلف رو ببینیم. بنر قاسم سلیمانی در کرمان نیز به آتش کشیده شده. کرمان 6 بهمن ماه جمع زیادی از کارکنان شرکت صنایع غذایی فرمند کرج در اعتراض به حقوق و مزایای ناکافی و مشکلات معیشتی خودشون دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند. یکی از معترضان با ارسال گزارشی به ایران اینترنشنال از تهدید کارگران درباره پرهیز از شرکت در این تجمع خبر داد. شیش یاده 1401 اعتراض بچه های فرمند کفی حقوقشون همه کوششونو کردن به مدیرا چون میدونن که کسی نمیتونه جواب درست بهشون بده. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در گزارش اعلام کرده تعدادی از کارگران کارخانه سیمان شمال با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام و تشکیل دسته و گروه جهت براندازی، احضار، بازجویی و یا بازداشت شدند. بر اساس این گزارش برای تعدادی از این کارگران وثیقه‌های سنگین صادر شده و برخی از اونها مانند میثم ابراهیمی با گذشت 3.5 ماه همچنان در بازداشت هستند. از جمله اتهامات این کارگران انتشار چند استوری یا پست اینستاگرامی بوده. فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همراه ما شدن. آقای کیخسروی، شاهد هستیم که وثیقه‌های 5 میلیونی 10 میلیونی برای کارگری میبرن که شاید حتی در معیشت معمولی زندگیش هم مونده. چرا این اتفاقا داره میفته؟ آیا میخوان فشار سرکوب ها رو بیشتر بکنن بر جامعه کارگری؟ با سلام و درود به شما و بینندگان محترمتون. وثیقه ها میلیاردی هست، 5 میلیاردی و شاید بیشتر از اون دارن تعیین میکنن برای کارگران. نمیشه گفت که صرفا برای کارگران وثیقه های سنگینی تعیین میشه در این مدت اخیر، اما واقعیتش اینه که این اتفاقاتی که داره میفته و این برخوردهای سنگین قضایی
که علیه کارگران صورت میگیره، در نظر اول شاید اینطوری برآورد بشه که به خاطر بالا بردن هزینه های فعالیت های مطالباتی یا مبارزات سیاسی که این کارگران انجام میدن، میخوان این هزینه ها رو براشون بالا ببرن، خودشون، خانواده ها و سایر اطرافیانشون رو تحت فشار بذارن که منع بکنن این کارگران رو از انجام فعالیت هاشون، که خب واقعیتش اینه که کارگرانی که به زور هزینه اجاره منازل بسیار کوچک و ارزان قیمت رو هم تعیین میکنن، هیچ ملک یا خانه ای ندارن که به سندش رو به عنوان وثیقه برای خودشون ارائه بدن. اما در یک نگاه فراتر باید دید که و دونست که این تعیین وثیقه ها و این برخورد ها صرفاً تصمیم دستگاه قضایی هیچ وقت در ایران نبوده. در چارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته همیشه نهادهای امنیتی بودن که برای اینجور قضایی‌ها تصمیم گیری‌هایی انجام می‌شده و بسیار شدت بخشیدن این برخوردهای امنیتی رو علیه کارگران و گروه‌های مختلف موضع بگیر. خب این میتونه دو دلیل عمده داشته باشه. یکی اینی که اینها بهتر از هر کسی می‌دونن که با شدت گرفتن وخامت اقتصادی و اوضاع احوال معیشتی برای کارگران، اعتراضات کارگران عروج پیدا خواهد کرد و همین روزهای اخیر ما شاهد اعتراض کارگران در کارخانه ها و بخش‌های مختلفی هستیم که دارن بر سر دستمزدهای پایین و شرایط معیشتی اعتراض می‌کنن. و یک مسئله دیگه هم که وجود داره، نگرانی حاکمیت در طول 4-5 ماه گذشته و در دل این خیزش انقلابی بوده که کارگرانی رو که همواره در اعتراضات خیابانی حضور داشتن، این اعتراضات رو به صورت سازمان یافته به محیط‌های کارشون بکشونن و دست به اعتصابات گسترده در مراکز کار، کارخونجات بزنن، و برای همین بیشترین حمله ها رو به کارگران کرده. اگر ما، من مثال هایی رو میخوام بیارم، جدا از این کارگران کارخانه سیمان شمال، ما آرش منبری رو داریم که اوایل دی ماه دستگیر شده به خاطر انتشار پست های اینستاگرامی که احتمالاً یعنی صحبت بر این است که اتهام محاربه و حکم اعدام براش وجود داره. کارگرانی که کارگران پروژه‌ای رو که 18 مهر ماه دست به اعتصاب زده بودند، در اصل تعداد زیادی رو دستگیر کردند و هنوز مشخص نیست چه تعداد هنوز در بازداشت بودند و اینها رو، بعضی از اینها رو تا پای اعترافات تلویزیونی آوردند و سعی کردن اتهامات واهی رو به این کارگرها بزنند. و یا جدای از این، ما 4 نفر از عزیزان این جامعه رو که سربدار کردند و اعدام کردند، مجید رضا، محسن شکاری و محمد حسینی و مهدی کرمی، هر 4 نفرشون کارگر بودن. به هر حال ترس حکومت از کارگران و موزبگیران، همه بخش‌های موزبگیر، چون اکثریت جامعه رو تشکیل میدن به لحاظ آهادی، خیلی نگران کننده است برای حاکمیت و میخواست سرکوب بکنه. و دوم اینکه یک جنبش عظیم اجتماعی که پشت کارگران هست، که این بسیار میتونه خطرناک باشه برای آینده سیاسی حاکمیت و برای همین سرکوبش جزء اولویت‌هاش است. فواد کیخسروی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. همسر جعفر پناهی از دخالت فراقانونی نهادهای امنیتی و جلوگیری از آزاد شدن این کارگردان سینما خبر داده. طاهر سعیدی در اینستاگرامش نوشته جعفر پناهی برای اجرای حکمی که 11 سال پیش صادر شده بود بازداشت شده و این حکم قانوناً مشمول مرور زمان میشد. او اضافه کرده با درخواست وکلای آقای پناهی، دیوان عالی در مهر ماه حکم رو نقض و تجدید نظر رو تایید کرده و جعفر پناهی باید با وثیقه آزاد می‌شد، اما دستگاه امنیتی با قانون گریزی از آزادی او جلوگیری کرده. ابراز همبستگی سینماگران کشور با خیزش انقلابی مردم ایران و تحریم جشنواره فیلم فجر ادامه داره. کیومرث پوراحمد، نویسنده و کارگردان سرشناس سینمای کشور، در اینستاگرامش نوشته با این همه داغی که بر دل داریم، دیگر چه جشنی و چه جشنواره‌ای. پوراحمد در واکنش به حضور فیلمش در این جشنواره گفته اون نقشی در تصمیم گیری برای حضور یا عدم حضور فیلم در جشنواره فیلم فجر نداشته و تهیه کننده و مالک فیلم در این باره تصمیم گرفتن. هانیه توسلی، بازیگر سرشناس سینما، هم با اشاره به نمایش فیلمی با بازیگری او در جشنواره فیلم فجر توضیح داده اسفند سال گذشته و فروردین ماه در نقشی کوتاه در فیلم چرا گریه نمی‌کنی بازی کرده. هانیه توسلی اضافه کرده در چند ماه گذشته برخلاف نام فیلم خیلی گریه کرده و توان روحی و روانی شرکت و حضور در جشنواره را نداره. توسلی تأکید کرده حضور این فیلم در هر رویدادی انتخاب و تصمیم او نیست و نخواهد بود. لادن طباطبایی، بازیگر مهاجر سینمای کشور، هم به اظهار نظر اخیر بهروز افخمی که خیزش ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را بی اهمیت، نمایشی و زودگذر خوانده بود،
پاسخ داده. لادن طباطبایی با اشاره به برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی با معترضان و با مرور وضع بحرانی کشور در حوزه‌های مختلف، افخمی رو فیلمساز حکومتی خونده و از او پرسیده چطور این همه جوان کشته شده و سرکوب‌ها رو ندیده. یه سوالی دارم آقای بهروز افخمی، شما گفتید که هیچ اتفاقی خاصی نیفتاده، نمایش خیابانی بوده، شما سارینا و نیکاب و غزال و حدیث و حنانه و محسن و بهزاد و چنان ابوالفضل و اینا هیچ کنم رو ندیدید، امثال اینا رو ندیدید، حمله به مدرسه ها رو ندیدید، بازداشتی بچه ها رو ندیدید، فشار به معلم ها رو ندیدید، همکارای خودتون رو ندیدید، فیلمسازا بازیگرا تحت فشار بودنشون ندیدید و این همه موج مخالفت رو ندیدید. اینا همه از نظر شما نمایش های خیابونی، اتفاق مهمی هم نیفتاده. سیستان و بلوچستان هم که گفتید قضیهش جداست، گفتید همه میدونن نه ما نمیدونیم، اگه ممکنه توضیح بدید دقیق منظورتون چی از این که همه میدونن. حدود 20,000 بازداشتی رو ندیدی، زیر شکنجه بودنشون رو ندیدی، کشته شده های تحت بازداشت هم ندیدی، تورم 60% رو ندیدید، مردم زیر فشار رو ندیدید، اجاره خونه هایی که بالا رفتن رو ندیدید، وضعیت زندگی مردم رو ندیدید، قطعی گاز و موندن مردم تو سرما هم همه شایع است، دروغه، این هم جزء نمایش خیابانی احتمالاً طراحی صحنه و دکوره. بله دنیای شما اینقدر سینماییه. مسعود فراستی نویسنده و منتقد سینما و از مجریان و کارشناسان قدیمی تلویزیون جمهوری اسلامی در حوزه سینما هم با انتشار ویدیویی گفته دیگر با صدا و سیما و جشنواره فیلم فجر همکاری نخواهد کرد. در از کلاسام با یوتیوب با شما حرف میزنم، چه کلاسای حضوری چه آنلاین، یعنی نه تلویزیون دیگه، نه جشنواره و نه فیلم های ایرانی در جشنواره، با اینا کاری ندارم. اگرم بخوام راجع به سینمای ایران بعدها حرف بزنم، راجع به فیلم های به درد بخورش حرف میزنم که ربطی به این جشنوارم ندارم. مجله هنری و مد فرانسوی ال در بیژنامی با زنان معترض ایران و جنبش زن زندگی آزادی ابراز همبستگی کرده. گلشیفت فراهانی و زر امیر ابراهیمی، دو بازیگر سرشناس سینمای ایران، در تهیه این بیژنامه مشارکت کردند. تصاویری از این دو هنرمند در نشریه ال منتشر شده که عکسی از مهسا امینی را در دست دارند. گلشیفت فراهانی و زر امیر ابراهیمی همچنین با تصویری از نیلوفر شاکری، معترض 29 ساله، از این زندانی حمایت کردند و به بازداشت زنان معترض انتقاد کردند. مجله ال هدف از انتشار این ویژه‌نامه را حمایت از زنان و مردانی دونسته که جرأت سرپیچی از رژیمی ظالم را دارند. شقایق نوروزی، بازیگر و مؤسس صفحه منهم ایران، از بارسلون همراه ما شدن. خانم نوروزی، شاهد هستیم که جشنواره از طرف خیلی ها تحریم شده، خیلی هایی هم که فیلمی از اونها داره پخش میشه در این جشنواره اعلام میکنن که اعلام به راحت میکنن، میگن ما مالک فیلم نیستیم. از اون طرف مردم در رسانه‌های اجتماعی دارن حرف از این میزنن که اگر فیلمی در جشنواره بیاد ما نمیریم، اصلا اون فیلم رو نمیبینیم. چرا با این همه فضای تحریمی که مردم دارن در پاسخ به حکومت میدن، اینقدر حکومت اصرار داره که بگه این جشنواره با شکوه داره برگزار میشه؟ دقیقاً درست میگید، به خاطر اینکه جشنواره همه این سالها برای حکومت به اصطلاح کار کرده، برای اینکه حکومت بتونه دو تا کارو انجام بده، یک اعتبار بده به خودش و الان بهتون میگم به چه صورت، و دو سرپوش بذاره روی خشونتی که داره مدام، نه فقط در مقاطع خاصی، مدام داره بر مردم تحمیل میکنه. در واقع حکومت چند تا استفاده از جشنواره میکرد، یکی این که بگه که من یک حکومت وضعیت عادی دارم، یعنی من میتونم یک جشنواره ای برگزار بکنم. بسیاری از این فیلم ها فراموش نکنید از همین جشنواره بعد میرفت توی جشنواره های خارجی و اونجا هم دوباره این نمایش داده میشد. کار دیگه که حکومت با این جشنواره و سیستم در واقع فیلمسازی که پشت این جشنواره بود انجام میداد این بود که بگه پذیرفته شده هست که مثلا زنان در خونه هم نمایش داده بشن با حجاب. از سمت هنرمندانی که صاحب فکر هستن ناچار بودن، چون هنرمندان باید تن میدادن به این خط و مرزها، به این پروپاگاندا، برای اینکه بتونن چیزی رو بسازن، بنابراین میتونست به این وسیله بگه که پذیرفته شده است، همچین چیزی رو میسازن، به جشنواره هم میفرستن، در جشنواره هم در واقع نمایش داده میشه. از سمت دیگه ای
با این سیستم سرمایه گذاری و تهیه کنندگی که ما الان میبینیم بهش هنرمندانی که دارن کارشون تحریم کنن دارن به این سیستم اشاره میکنن، دارن میگن یه گیت کیپینگی به اصطلاح اونجا وجود داره که از دست ما دیگه یک جای خارج میشه فیلم، ما نمیخوایم وارد جشنواره بشه ولی وارد جشنواره میشه. این سیستم مهم بوده، یک سیستم سرمایه گذاری که در واقع به گروگان میگیره هنرمندان با بودجه‌ای که داره میده، با مجوزی که داره میده، بعد با مجوز پخشی که داره میده که بودجه برگرده. کار مهمی که داره انجام میشه در واقع که ناکامی بزرگی برای حکومت داره میاره این هست که این سیستم با همه این ابزارهایی که گفتم پس زده داره میشه از سمت هنرمندان. و خب هنرمندان واقعا در حرکت به یاد موندنی تاریخی دارن این مسئولیت اجتماعی سیاسیشون رو پس میگیرن. این هست اتفاقی که داره میفته. به خاطر همین حکومت انقدر اصرار داره که با اینکه آزاد کرد، دعوتی نبوده امسال حتی جشنواره، همه میتونستن حضور پیدا کنن، بازم در خیلی سالن‌ها نتونستن حتی سالن رو پر بکنن. هم نوروزی به وضعیت جعفر پناهی هم اشاره بکنیم، چرا یه همچین برخوردی داره با این فیلم ساز میشه؟ حکمی رو که سالها قبل براش صادر کرده بودن الان دارن اجرا میکنن. برای بسیاری از هنرمندان ما میدونیم که داره این اتفاق میفته، حکمای سنگین دارن میدن، برخوردهایی که قبلا نبوده. این نکته ای هستش که ما باید متوجهش بشیم، این برخوردها قبلا نبوده. چرا قبلا نبوده؟ به خاطر اینکه همونطور که اول گفتم حکومت امید داشت به اینکه به هر حال جای این هنرمندا به کارش میاد و این میتونه عادی سازی بکنه جنایتی رو که داره اتفاق میفته، این میتونه روی شونه هنرمندا سوار بشه با جلوگیری از اینکه هنرمندا موضوعی جدی بگیرن، به مردم بگه شما تنها هستید، کسانی که اعتبار اجتماعی زیادی دارن، صدای بلندی دارن، با شما نخواهند بود. این شکسته شده. خب همونطور که گفتم هزینه سنگینی به حکومت تحمیل شده، حکمای سنگین داره میده، حکمای قبلی رو داره میاره اجرا میکنه، سابقه نداشته هنرمندانی مثل جعفر پناهی یا کارگردان دیگه طولانی مدت انقدر در زندان بمونن، تهدیدای انقدر جدی بشه، تهدیدایی که متوجه خانم کاترین ریاهی بود، هنرمندی داشتیم از تئاتر نزدیک به حکم اعدام بود، هیچ کدام از اینها سابقه نداشته. اما در پاسخ به همه اینها هم ما داریم میبینیم که باز دوباره تاکید بذارم، سینما و تئاتر، هنرمندان، به هر حال هنرمندان که صاحب تریبون هستن، دارن توی حرکت جمعی دارن تلاش میکنن که همچنان انسجامشون حفظ بکنن، این اتفاقی که داره در خارج میفته اعلام بکنن که ادامه داره این خیزش، با همه ادامه داره پیوندشون به خیزش مردم با همه این فشارهایی که در واقع گذاشته شده روی هنرمندان. بعد از خیزش انقلابی اشاره کردی بسیاری از هنرمندا تهدید شدن، زندانی شدن، بازجویی شدن، اما همچنان دارن به این روند اعتراض خودشون ادامه میدن. پیامی که هنرمندای ایرانی در این فصل دادن به جمهوری اسلامی، این فکر می‌کنی مهمترین دستاوردش چی باشه؟ خیلی کوتاه ممنون میشم. مهمترین دستاوردش این هستش که در واقع هزینه‌ای که ببینید پیامی که دارن میدن همپای پیام مردم، دارن میگن هزینه‌ای که ما برای سرنگونی شما حاضرین بدیم هزینه سنگینی هست و این رو میپردازیم. هزینه سنگینی تحمیل شد به جامعه هنری بدون تعارف و این رو پذیرفتن. دوباره هم بگم جامعه هنری رو جمهوری اسلامی تبدیل به شبکه پیچیده وابسته کرده بود که اساسا نمیتونست این هزینه رو بپذیره، نمیتونست باش مواجه بشه، با اینکه فیلمش تو جشنواره نره نمیتونست مواجه بشه، با اینکه سرمایش برنگرده نمیتونست این ریسک رو بکنه، داره الان این ریسک رو میپذیره، با اینکه مجبور بشه به تبعید تن بده مواجه بله. نمیشد. به اینها داره در واقع اینها رو داره میپذیره، این یعنی داره میگه همپای هزینه ای که مردم دارن میدن من ایستادم. این دستاورد بزرگی هست و دستاورد انقلاب هست. ممنون از توضیحات شما شقایق نوروزی، بازیگر و مؤسس صفحه منهم ایران از بارسلون. همکارم تروسک صادقی از پاریس همراه ما شده. تروسک، با تو هم که صحبت میکردیم الان هم دوباره تو تصویر مشخصه، شکسته شده اون قسمتی که عکس درش قرار داشته، شیشه های شکستش رو هم میشه دید در همین تصویر هم. بیشتر از تو بشنم راجع به جزئیات اتفاقی که افتاده. شراره عصر روز گذشته همونطور که پلیس هم اعلام کرده و خبرگزاری‌های فرانسوی تاییدش کردند، یک گروهی وارد این ملک خصوصی شدند و این تابلوی یادبود بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران روح الله خمینی رو شکستن، عکس اون رو بیرون آوردن، رو زمین انداختن. فیلمی هم البته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود و همونطور که شما هم اشاره کردید نوشته‌هایی که توضیح داده بود در مورد این
این محل به زبان فارسی و فرانسوی اون رو هم بیرون آوردن و پرچم شیر و خورشید نشان رو اونجا گذاشته بودن. چیزی که مشخصه اینه که از مدت از زمانی که اعتراضات در ایران شروع شده، یک سری از گروه‌های مدافع حقوق بشر، سازمان‌ها از جمله انجمن زن آزادی و سازمان بین المللی حقوق زنان درخواست کرده بودند به احترام وضعیتی که حالا مردم در داخل ایران دارن، قیام سراسری، شهرداری نوفل‌لوشاتو، این بنای یا این تابلو یاد بوده روح الله خمینی رو از دید عمومی پنهان بکنه. و اونطور که در رسانه ها منتشر شده، شهرداری این منطقه اواسط ژانویه، یعنی چیزی بگیم حدود یکی دو هفته قبل، این تصمیم رو داشته ولی خب اقدامی نکرده بوده. اما خب ما دیدیم که روز گذشته این بنای یا این تابلوی یادبود رو کاملا تخریب کردند، عکس ها رو ظاهرا پلیس از اینجا ورداشته، پرچم رو از اینجا ورداشته، ولی خب اینجا دیگه میتونیم بگیم امنه و پلیس در حال حاضر در اینجا حضور نداره. اما خب واکنش های قبلا مبنی بر این تصمیمی که شهرداری نوفل‌لوشاتو گرفته بود ما داشتیم. مثلا مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی انتقاد کرده بود از این تصمیم شهرداری نوفل‌لوشاتو و حالا بسیاری هم در شبکه‌های اجتماعی داریم می‌بینیم که از این اقدام خوشش، به نوعی تحسین کردن این اقدام رو، چون گفتن که باید احترام گذاشت به مردم در ایران در چارچوب قیامی که در حال حاضر در جریان هستش. در حال حاضر اما نسبت به این اقدام و اینکه داریم می‌بینیم این بنای این تابلوی یادبود شکسته شده، خود جمهوری اسلامی ایران، مقامات دولتی واکنش خاصی نداشتن و اینکه شهرداری نوفل‌لوشاتو هم هنوز واکنشی نداشته که آیا میخوان این تابلوی یادبود همینطور باقی بمونه، درستش بکنن یا به طور کل از دید عمومی پنهانش بکنن. ممنون از توضیحات تو همکارم ترسک صادقی از نوفل‌لوشاتو. سناتور سایمن برمینگام از اعضای مجلس سنای استرالیا در گفتگوی اختصاصی با علیرضا محبی خبرنگار ایران اینترنشنال با اشاره به اینکه سپاه پاسداران امنیت جهانی را به مخاطره می‌اندازد گفت این دلیل موجهی برای در نظر گرفتن سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی به شمار می‌رود. دولت استرالیا تحریم‌هایی را به دلیل برخورد مرگبار و خشونت‌آمیز با معترضان ایرانی و سرکوب اعتراضات در ایران علیه جمهوری اسلامی وضع کرده. با این حال ایرانیان معترض در استرالیا و برخی از فعالان حقوق بشر می‌گویند که واکنش دولت استرالیا به اقدامات رژیم جمهوری اسلامی ضعیف‌تر از متحدانش از جمله آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا است. به عنوان رهبر مخالفان در مجلس سنای استرالیا، واکنش دولت استرالیا در مقابل جمهوری اسلامی رو چطور می‌بینید؟ Australia has long had targeted autonomous sanctions in place against Iran. استرالیا مدت هاست تحریم‌های مستقلی رو علیه جمهوری اسلامی هدف قرار داده و ما این کار رو در طول دوره‌های زمانی مختلف و در ارتباط با نگرانی‌های متفاوت انجام داده‌ایم. از زمان مرگ غم‌انگیز مهسا امینی شاهد شجاعت بزرگی توسط بسیاری از معترضان و سایرین برای دفاع از حقوق اولیه‌شان و به ویژه حقوق زنان و دختران و البته نقض وحشتناک حقوق بشر و تلفات جانی غم‌انگیز و وحشتناکی بوده ایم که بدون شک نیاز موجهی رو برای انجام اقدام قوی در پاسخ به رفتارهای ترسناک و مخوف جمهوری اسلامی به وجود آورده. با نگاهی به بسیاری از قسمت‌های دیگر جهان، روک و پوسکنده می‌گویم که اقدامات دولت استرالیا برای اعمال تحریم‌های اضافی علیه برخی مقامات جمهوری اسلامی بسیار کند بوده و می‌توانست و باید اقدامات بیشتری را برای اطمینان از همگام شدن استرالیا با سایر کشورها انجام دهد. سپاه با تأیید و داشتن قدرت کامل از سوی رژیم عمل می کند. اما به شیوه هایی عمل می کند که نسبت به آنچه که بسیاری از مردم به عنوان معیارهای قابل قبول رفتاری انتظار دارند، منفور و ناپسند است. آنها به وضوح و بدون پایبندی به معیارها به روش‌های دست می‌زنند که در ایران و همچنین به طور بالقوه در جاهای دیگر
ایجاد خطر میکنند و این دلیل موجهی برای در نظر گرفتن آنها به عنوان یک سازمان تروریستی به شمار میرود. من از نزدیک اقدامات انجام شده در سایر نقاط جهان را زیر نظر گرفتم و قطعاً موضوعات و اقدامات انجام شده در سراسر جهان را با دولت استرالیا بررسی خواهم کرد تا بفهمم که آیا دولت استرالیا مایل به انجام اقدامات مشابه هست و اگر نیست چرا؟ و اینکه با انجام بررسی درست این اطمینان را حاصل کنیم که اقدامات انجام شده ای استرالیا این کشور را در خط مقدم اتخاذ مواضع قوی و اصولی نگه می‌دارد و همچنین این تضمین حاصل بشه که بیشترین محدودیت در ارتباط با جریان جابجایی پول، منابع و افراد برای کسانی که اقدامات نادرستی را مرتکب می‌شوند اعمال بگردد. نگرانی‌هایی وجود داره مبنی بر اینکه استرالیا به مکانی امن برای مقامات جمهوری اسلامی و وابستگان اونها تبدیل بشه و این افراد از طریق گرفتن ویزاهای مختلف از جمله ویزای سرمایه‌گذاری زندگی آرامی رو در استرالیا داشته باشند. به عنوان وزیر امور خارجه در دولت سایه پاسخ شما به این نگرانی‌ها چیست؟ تمام استرالیایی ها در صورت وقوع چنین اتفاقی وحشت زده خواهند شد. دولت استرالیا باید تمام اقدامات ممکن را انجام دهد تا این اطمینان را حاصل کنه که استرالیا به هیچ وجه به پناهگاه امنی برای افراد عضو سپاه پاسداران و رژیم که باعث خشونت، سرکوب و اندوه ایجاد شده برای ایرانیان هستند تبدیل نشود. پناهگاه امنی برای امور مالی، منافع، ثروت یا هر نوع منابعی که به وسیله آن ایرانیان را سرکوب می کنند. و بنابراین دولت قطعاً باید از تمام اختیارات خود برای صدور روادید استفاده کند تا بتواند جلوی ورود این افراد را بگیرد. اگر آنها بخشی از سپاه و رژیمی هستند که این خشونت وحشتناک را انجام می دهند، به هیچ وجه نباید بتوانند به این نوع ویزاها یا راه‌های دیگر برای حفظ منافع خود دسترسی داشته باشند و این موضوع باید به صورت همه جانبه بررسی شود تا این اطمینان حاصل گردد که استرالیا نه مکان امنی برای حضور فیزیکی این افراد و نه مکانی امن برای ثروت آنها بشود. بریم تصاویر زنده‌ای ببینیم از سخنرانی که در بروکسل در بلژیک در حال برگزاری هست. الان رئیس ناتو داره صحبت میکنه، دبیر کل ناتو داره صحبت میکنه و بعد اون هم ایساک هرتسوک رئیس جمهور اسرائیل که از روز گذشته سفر اروپایی خودش رو آغاز کرده و با مقامات اروپایی دیدار کرده قرار هست صحبت خودش رو آغاز کنه. بشنویم بخشی از این سخنرانی رو. برمیگردیم. من وقتی که شما نخست وزیر نروژ بودی یک بار در گذشته با شما ملاقات کرده بودم. به قطعا کشور اسرائیل و کشورهای عضو ناتو دارای همکاری‌های نزدیک و اهداف مشترکی هستند. ما هر دو خواهان حفظ قراردادها و صلح بین‌المللی هستیم و این ارزش‌ها و برای حفاظت از این ارزش‌ها ما مشترکاً در مقابل رژیم‌ها و ساختارهایی که صلح جهانی و دموکراسی را در جهان تهدید می‌کنند ایستاده ایم. همونطور که شما اکنون اینجا اعلام کردین، کشور اسرائیل هم همزمان با تمام فعالیت‌های ناتو در زمینه‌های علمی و نظامی پیشرفت‌های خودش را داشته و این به این کمک می‌کنه به هر دوی ما که بتونیم فعالیت‌های مشترک خودمون رو در یک چارچوب بین‌المللی ادامه و به اون توسعه ببخشیم. ما همچنین در مقابل کشورهایی که از طریق جنگ‌های سایبری بر علیه کشورهای عضو ناتو و اسرائیل فعالیت می‌کنند یک دفاع مشترک به وجود بیاوریم. همکاری و مشارکت نظامی و اقتصادی و امنیتی میان کشور اسرائیل و ناتو یک مسئله بسیار بسیار ارزشمند است. در مورد اوکراین که شما به درستی اعلام کردین، این کشور هم‌اکنون در زیر تهاجم نظامی با مصائب و گرفتاری‌های بیشماری روبروست
کشور اسرائیل در ارسال کمک‌های انسان دوستانه به اوکراین پیشقدم بوده و این امر کماکان امروز هم ادامه داره. مسئله اوکراین فراتر از جنگی است که بین روسیه و اون کشور ادامه داره و اینجا پای کشوری به اسم ایران در میانه و رژیم افراطی ایران شاهد بودیم که در هفته‌های گذشته بی‌محابا شهروندان خودش رو در خیابان‌ها کشته و آنها رو به پای چوبه‌های دار برده. رژیم جمهوری اسلامی کماکان در منطقه خاورمیانه سیاست‌های جنگ طلبانه و آشوبزای خود رو ادامه میده و ما معتقد هستیم و همواره گفتیم که تهدید رژیم جمهوری اسلامی یک تهدید واقعی برای صلح منطقه و صلح جهانی است. In Israel, a stone throw from our major population centers, در همسایگی نزدیک ایران سازمان حماس که از سوی جمهوری اسلامی پشتیبانی میشه کماکان هر بله صحبت‌های رئیس جمهور اسرائیل رو میشنوید به میزبانی دبیر کل ناتو در بروکسل. در بخش‌های بعدی خبر حتما به این بخش از صحبت‌های رئیس جمهور اسرائیل باز خواهیم گشت. با ایران اینترنشنال بمونید، بیننده خبرهای ورزشی باشین. با همکارم الهام یزدی‌ها راست ساعت 7 برمیگردم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها با شما.